بینندگان پرمهر و با وفای برنامه در پیشگاه تاریخ، من قاسم بیات و دوست و همکار ارجمندم جناب ناصر شاهین‌پر امروز هم میهمان شما هستیم. امیدواریم و تلاش میکنیم که آنچه برای شما تهیه و عرضه میکنیم مفید باشد. پس اجازه بفرمایید تا جناب شاهین‌پر هم فرصت احوال پرسی با ما رو داشته باشند. من هم عرض سلام دارم، درود فراوان دارم به همه هموطنان عزیزم و به شما دوستانم این طرف خط در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، در برنامه امروز جناب شاهین‌پر به سخنان خودشون درباره وقایع 28 مرداد ماه اوت سال 1953 میلادی و جناب دکتر مصدق در ایران ادامه میدهند و من درباره تحولات عظیم دیگری که حاصل بیداری وجدان گروهی از ما ایرانیان در طول دو سده گذشته بوده و بذری بود که سبب برپایی جنبش مشروطه و انقلاب شاه مردم در ایران شد و امروز به ویژه درباره مخالفت هایی که با آن شده سخن میگویم. پس اجازه بفرمایید که جناب شاهین‌پر مثل همیشه بخش آغازین این برنامه رو به عهده داشته باشند. بله چشم، من به خدمتتون هستم. من هفته گذشته داشتم یه بخشی از وقایع 28 مرداد سال 52 رو عرض میکردم که وقت تمام شد، ولی فرصت طلایی بود که تو یک هفته تعداد زیادی از هموطنان به من نامه بنویسن، ایمیل کنن، تکست کنن، چه خب اونا که تایید میکنن و تعریف میکنن هیچی سر جاش، ولی از وسط اونایی که مخالفت میکنن یه مخالفت بسیار بسیار زیبایی من دیدم که قابل طرح و بیانه، که عملا معنی حرفش این بود که آقا چرا با حرفایی که من مخالفم میگی تو تلویزیون میگی؟ قربونت برم، تو هم با من مخالفی و من میگم تو چرا زنده ای یا چرا حرف میزنی؟ تو هم برو تو هر تلویزیونی هر جا دلت بخواد هر چی میخوای بگو. این که مشکلی نیست، که بذار که انسان، آزادی انسان یعنی همین که هر کی هر چی به نظرش میرسه بگه. خدا هم همینو گفته، پیغمبر و رسول خدا هم همینو گفته، بعد گفته که احسن این حرفا رو بردارید، اول این حرفا باید شنیده بشه بعد اون وقت بهترینش انتخاب شه. یکی از کتابای بسیار زیادی به وسیله خود ما ایرانی ها راجع به مسئله نفت، ملی شدن نفت و شکست پروژه ملی شدن نفت نوشته شده. این کتاب ها زیاده، میتونید همه هر کدوم و تمام نویسندگان این کتاب ها از دولت مردان ایرانی بودن، از کسانی بودن که وزیر بودن، وکیل بودن، نمیدونم همه کاری مملکت بودن و نزدیک دربار بودند، نزدیک با شاه بودند، همه اینا بوده تو کارشون. ولی خب یه وقایعی رو نوشتن که برای ما عبرته. اینا رو بعد دوستان من که یه دنده ایستادند و راجع به موضوعی حرف میزنن این کتاب رو بخونن ببینن. من نمیخوام بگم که هفته پیش هم عرض کردم، در جاهای دیگه هم عرض کردم، اصلا من کاری ندارم که در 28 مرداد کی رو زد، کی مسئوله. من نگاه هم به اینه که بعد از 28 مرداد برای ما چه اتفاقی افتاد، ما از این عمل چه نتیجه‌ای گرفتیم، نتیجه حاصل از این کار برای ما خوب بود، مفید بود برای ملت ایران یا نبود. من میخوام اینو فقط بگم، اگر مجموعه کتاب هایی که راجع به نفت، ملی شدن نفت در ایران نوشته شده شما بخونید، متوجه میشید که در این مقطع ما نتیجه معکوس گرفتیم. این یک.
کتاب آقای فلاح رو بخونید. اون آقای فرمایان سالهای سال عضو هیئت مدیره شرکت نفت ایران بود، خیلی هم انسان شاه دوستی بود، اینقدر که ساواک اینو خواسته بود و بهش گفته بود که آقا تو چرا جلو حضرت میری میخندی؟ و اینا جواب داده بود که من از شدت عشق و علاقه که به اعلی حضرت دارم نمیتونم شادی رو از صورتم حذف کنم، صورتم ناگهان بدون اختیار شاد میشه. و صدها عکس وجود داره که ایشون واقعا داره لبخند میزنه در حضور شاه، حالا به طوری که حساسیت ایجاد کرده بوده و همچنین سوال و جوابش. این آدمی که اینقدر ارادتمند به شاه و اینقدر نام بعدم از افراد بزرگ مملکت دیگه عضو هیئت مدیره شرکت نفت ایران، این تو خاطراتش نوشته که در سال 27 دو نفر از ونزوئلا آمدن به ایران و پیغام دادن به وزارت خارجه که ما آمدیم و میخواییم با یکی از مقامات مملکت شما حرف بزنیم. اینا بدون اطلاع قبلی آمده. آقای انتظام رئیس من بود و من گفتش که برو ببینی اینا رو ببر هتل دربند ازشون پذیرایی کن و ببین چی میگن. ما رفتیم بلافاصله اینا رو در هتل دربند به خرج دولت جا دادیم. بعد رفتم گفتم خب شما پیامتون برای دولت ما چیه؟ گفتن که ما دو تا چمدون اسناد و مدارک آوردیم که سالیان سال نفتمون رو با سهم بهره برداری 50-50 به شرطی که هر بشکه نفت قیمتش از $1.80 کمتر نباشه ما داریم نفتمون میفروشیم، یعنی حداقل قیمت 1.80 ولی سهم ما از نفت 50-50 است. ما شنیدیم شما زیر 10% دارید میگیرید و مشکوک هم هست. آمدیم این اسناد مدارک رو در اختیار شما بسید. من رفتم آقای انتظام گفتم و آقای انتظام هم من به شما بگم یه سیاست مدار وطن پرستی بود، ایران دوست بود، آدم خائنی نبود. آقای انتظام مدتی فکر کرد و گفت برو به اینا بگو برگردن مملکتشون، تو هم اینجا از این حرفا نزن، نمیشه. این داستان ما رو سال 1327، یعنی تا سال 1327 ما حتی میتونستیم که صاحبان چاهای نفت در جاهای دیگر دنیا چه مبلغی بابت نفتشون میگیرن، اما جرأت بیانش هم نداشتیم. چرا جرأت بیانش نداشتیم؟ این آقای انتظام که وزیر امور خارجه بوده نمیدونم یا وزیر نفت نمیدونم چی بوده، اون موقع نفت وزارت نداشته، تأسید شغل و مقام و حسی و نیستی شاید دست بده. چرا به این گفتی که اینجا جایی این حرفا نیست؟ اینجا کجاست؟ وقتی شما مجموعه این خاطرات بخونی که گرانبهاترینش با ارزشترینش همونیست که حبیب لاجوردی در هاروارد درست کرد به نام تاریخ شفاهی و مصاحبه های هست با دولت مردان سابق از دولت مردان رضا شاهی بگیر یا تا حالا و سایر افراد مهم و نامآور رهبران احزاب سیاسی چه این مصاحبه ها رو شما بخونید متوجه میشید که شرایط ما چی بوده، ما داشتیم چی کار میکردیم، ما از انگلستان میترسیدیم، زعمای مملکت ما میترسیدند راجع به نفت قرارداد نفت حرفی بزنند که فردا پستشون رو از دست بدن. این پست رو کی برمیذاشته و میذاشته؟ یه مقام بالاتر دیگه، پس اونم فرمانبردار انگلیس ها بوده،
نگاه کنید به این حرفا، دقت کنید به این حرفا. پس شرط بدی بوده. بعد یه نفر اومده به مردم گفته، مردم هم تاییدش کردن، دنبالش رسیدن که بیایم این شرایط رو تغییر بدیم، ما صاحب اختیار مال خودمون باشیم. در این اقدام که ما صاحب اختیار مال خودمون باشیم پیروزم شدیم، برخلاف تبلیغاتی که در 25 سال بعدی کردن. نه، دولت ایران پیروز شد. دولت ایران هم در دادگاه لاهه پیروز شد، هم در مجمع ملل پیروز شد. از وقتی که در مجمع ملل هم پیروز شد، کمپانی های بزرگ دنیا و کشورهای بزرگ دنیا تماس گرفتن و خواستن که نفت بخرن. مثلا ایتالیا، ژاپن. ژاپن دو محموله نفت خرید، محموله سومش خورد به کودتا و غرق شد. انگلستان هم خیلی تلاش میکرد این راهزنان دریایی که جلوی این کشتی ها رو بگیره نگذاره، ولی کارش پیش نرفت. چرا؟ برای اینکه حمایت جهانی رو دیگه نداشت، فقط به عنوان نیروی دریایی گردن کلفت تو دریاها بود و از این گردن کلفتی ها میکرد. ایتالیایی ها هم آمدن و دو محموله نفت خریدن و قرارداد محموله های دیگری رو داشتن. داشتیم کشش حاصل می شد، ما داشتیم نتیجه می گرفتیم. بدون تردید بعد از ژاپن و ایتالیا سایر خریداران نفت هم قدم جلو می گذاشتن و ما خودمون این نفت خام رو بدون تخصص، بدون هیچ چیزی، حداقل همونطوری در 50 سال گذشته مفت دادیم به انگلیسا، حالا میتونستیم به قیمت روز بدیم به اینا. یعنی $1.82، $1.84 بابت هر بشکه پول بگیریم. ما تا این موقع داشتیم واحدمون بشکه نبود، تن بود. خوب حساب دستتون باشه، یعنی هر درست نمیدونم 4-5 بشکه ای میشه یه تن. به نظرم هر 5 بشکه ای بشه 1 تن. ما بابت هر یه تنش کمتر از قیمت یک بشکه رو می گرفتیم. داستان از این قرار. حالا این با تغییر این دولت و آمدن یه دولت جدید، ما می دونیم که به دلیل اینکه صاحبان ثروت در دنیا، سرمایه‌داران بزرگ در دنیا، امپریالیست ها، همه اینا موقعیت جدید رو میپسندیدن، میخواستن دست بندازن رو شوهای نفت. در نتیجه یه مقدار سیل کمک های آمریکا به ایران جاری شد. همچنین این سیلی هم که میگم زیاد نبود، اولین رقمشون 40 میلیون دلار بود که اون موقع برای ایران پول زیادی بود. بعد رسید به 100 و 200 میلیون دلار و بعد کمک های فوق العاده زیاد به ارتش ایران که داستان جداگانه ای داره. بگذاریم، یه مقدار گشایش مالی در ایران به وجود آورد، اما در مذاکرات نفت دولت جدید به حالا آمریکایی آمدن پیشنهاد دادن، گفتن آقا ما اون دولت رو انداختیم، ساقط کردیم، شما رو آوردیم سر کار گذاشتیم، به آقای زاهدی گفتن، حالا ما این پیشنهادی میدیم برای نفت شما. پیشنهاد این است که نفت دیگه دست انگلستان نباشه، دست یک کنسرسیومی باشه. این کنسرسیوم عبارت از چند شرکت نفتی آمریکایی، یک شرکت نفتی سابق انگلیس با 40% سهام و یک شرکت نفتی فرانسوی توتال. این سهام تقسیم شد در حقیقت 60% 70% آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، 40% مون برای انگلیس‌ها، و برای این کاری هیئت مدیره‌ای از کنسرسیوم تشکیل شد و یه تابلویی در وطن ما بالا رفت، شرکت ملی نفت ایران، که شرایط وظایف این شرکت ملی نفت ایران دقیقاً آبدارخونه شرکت نفت. باز
من که نمیتونم توی این برنامه کوتاه 40 دقیقه‌ای بیام مرامنامه اساسنامه نامه شرکت ملی نفت ایران رو برای شما بخونم، ولی باز قابل مطالعه است که شرکت ملی نفت ایران در امور استخراج، توسعه استخراج، تصفیه هیچ کاری نداشته، هیچ وظیفه ای نداشته، دخالتی نداشته، فروش فقط میتونسته خدمات این کنسرسیوم رو به عهده بگیره، کارگزینی در داخل ایران، تأمین مسکن برای کارگران، بهداشت برای کارگران، امکانات رفاهی، خیابانهای اسفالته برای کارهایی که لازمه و انواع کارهای ساختمانی که برای توسعه یه استخراج لازمه یا برای استخراج. این کار را دادن به شرکت ملی نفت ایران و نفت ایران رو گفتن حالا که چه قیمتی. اولا یه قراردادی نوشتن که طولش دادن یک سال و نیم، انقدر طولش دادن، انقدر این سختش کردن، پیچیدش کردن که خود آقای زاهدی رفت و مجلس گفتش که آقایون اینا نخونید، اگه بخونیدم نمیفهمید. آقای دکتر امینی این رو خونده و به سختی چیزایی فهمیده، امضا کنید خلاصیم بریم. این عین حرف آقای زاهدی است در مذاکرات مجلس، این وجود داره، این سند تاریخی ماست، روایت ملی که میگن اینه. تو این قرارداد برای اینکه پنهان کنند مسئله اینکه نفت ملی نشده، ولی اسم ملی هم بذارن که مردم ایران رو اخفال کرده باشند، اومدن گفتن که عامل، کلمه عامل رو مصرف کردند. درد سرتون ندم، تمام زحماتی کشیدن که قرارداد سابق تکرار بشه اما با قیمتی پایین تر. کودتا کردیم براتون، شما رو نخست وزیر کردیم، وزیر کردیم، مگه مفته؟ علنن گفتن که چاهای نفت جدیدی در دنیا کشف شده و عرضه زیاد شده و یه قیمت پایین اومده. سالیان سال، حالا دیگه من اینجا چند سال رو الان در این لحظه نمیتونم بگم، اگه بخوای مراجعه میکنم میبینم که عدد درست و حرف درست گفته باشم. با قیمتی فروش رفت نفت ایران که هنوز از نصف قیمت مکزیک و ونزوئلا کمتر بود، حالا در کویت و عربستان اینجا هم دارن نفت کشف کردن و دارن میارن بیرون و میبرن. هیچ کدوم اینها قرارداد ما رو نداشتند. ما یه مدتی قرارداد دارسی رو زیرش داشتیم، کمر خم میکردیم، بعدم که اومدیم بزنیم زیر قرارداد دارسی، چون اومدن کودتا کردن، حکومت ما رو عوض کردن و به یه آدم های دیگهی قدرت و حکومت دادند، میخوان موضوعشو بگیر. به این شکل شد وضعیت. تا زمانی که اینم به شما بگم، تا زمانی که نیکسون روی کار اومد و گشایش هایی شد بین، یعنی جنگ عرب و اسرائیل پیش آمد و اون عدم حمایت نفتی که عرب کردن به خاطر شکست عرب از اسرائیل و اون داستان ها، و بعد از اون توجه به ایران بیشتر شد و حمایت از ایران بیشتر شد و قیمت نفت ایران از اون موقع افزایش پیدا کرد، و بعد که اوپک هم درست شد با کمک و حمایت نیکسون و کیسینجر
گفتن همه کاری اوپکم ایران باید باشه، شاه ایران باید باشه، دمیدن تو این کار، حمایت کردند. علتش این است که میزان دوستی و رفاقت نه تنها دیپلماتیک بلکه شخصی هم بالا رفته بود بین این کار. مورد تایید من هم هست، خیلی هم خوب بود. تا اینکه اتفاقی افتاد که اون اتفاق یکی از عوامل نابود کننده رژیم شاهی و سلطنتی در ایران شد. علتهای دیگر هم داشت، اما این اتفاق این بود که یک جلسه هر سال در یه منطقه از دنیا تشکیل میشه با آدم های خیلی تاپ دنیا، وزرای امور خارجه، نمیدونم صاحبان اوضاع مالی دنیا، نه مثلا فرض کنیم جیسین مورگان، چیس مثلا بانک، نه بانک اعتبارات انگلیس، آدم های این شکلی به اضافه یه مقامات دولتی 60-70 نفر هم اینا. اینا نسبت به تحولات اقتصادی سال آینده دنیا تصمیم میگیرند. به عنوان مثال، مثلا در یه نقطه دنیا معادن عظیم مس به وجود آمده، پیدا شد. باید اینا باید تصمیم میگیرن که این مس استخراج بشه یا نشه. چون مسی که الان داره استخراج میشه و رفته تو بازار، اینقدر خرج شده، به این قیمت داره فروش میره، اینقدر داره سود میده. حالا اگه یه مس دیگه بیاد تو بازار، قیمت بیاره پایین، خب این ضرر میکنه این کمپانی. پس این مس نباید فعلا بیاد تو بازار. مثال میزنم. در نتیجه این هیئتی که دارم به شما میگم، تمام وزیر امور خارجه ها، وزیر اقتصاد ها، نخست وزیر ها، شاه های کشورهای کوچیکی دنیا رو یه جوری زیر مهمیزشون دارن، یا رشوه میدن یا میترسونن یا باش رفیقن، یه جورایی به هر شکلی که میشه و وادارشون میکنن که چه تصمیمایی بگیرن یا نگیرن. یک وقتی میبینی که در یه مملکتی یه منابعی که کشف شده که این منابع میتونه این ملت رو از گرسنگی، فلاکت، بدبختی نجات بده، ولی مصلحت نیست که این کار بشه و نمیکن. این جلسه در یک جزیره‌ای در سوئد که مال یکی از ثروتمندان سوئدی بود تشکیل شده بود، در اون جلسه آقای کیسینجر به هیئت گفتش که من برای شما یک سورپرایز بسیار بزرگ دارم، ما قرار است که قیمت انرژی رو 4 برابر افزایش بدیم. همه حیرون موندن که یک مرتبه قیمت نفت 4 برابر اضافه بشه. یه توضیح خواستن رو معلوم شد که بله، بسیاری اقتصادهای رو به رشد سریع هست در دنیا که اگر این رشد ادامه به این شکل ادامه پیدا بکنه، تمام سرمایه های بزرگ دنیای سرمایه داری رو به خطر میندازه. بنابراین این رشد میبایست که یه مقدار از سرعتش کم بشه. برای این کار ما میاییم انرژی رو گران میکنیم، برای اینها یک مرتبه 4 برابر میکنیم و معمولا هم نفت ندارن خود اینا. اینا کیان؟ چینه، هنده، آرژانتینه، تایوانه، ژاپنه. البته ژاپن جزء خود اینا بود که مورد حمایت قرار گرفت چون جزء متحدینشون بود و شرکاشون. اینا با جلو رشد سریعشون گرفته شد. حتی رشد اقتصادی مکزیک برای آمریکا خطرناک اعلام شد و اقداماتی کردن که جلوش رو بگیرند. اینا من شما بگم تا این حد بود داستان. ابلاغ کردن به شرکت های نفتی که نفت دیگه 1.80 دلار نیست. یه مرحله کردن 4 دلار نیست، بالاخره کردن 7.5 دلار، 8 دلار. در حقیقت در چند مرحله قیمت نفت رو
این چنینی 4 برابر کردند. زمامداران ایرانی به خصوص که تمام تصمیمات از طرف یک نفر گرفته میشد در ایران، شاه بود که همه یه تصمیمات می گرفت، همه چیز زیر نظرش بود، در جلسات سازمان و برنامه شرکت میکرد، در جلسات امور اجتماعی سیاست، همه چی ایشون رئیس جلسه بود و فرمان میداد، دستور میداد. باز میگم، این من نمیگم، برید کسانی که رئیس سازمان برنامه بودن باز کتاب و خاطره نوشتن، مال اونا رو بخونید، ببینید به شما آدمای بزرگ، ببینید اینا چه کار کردن، رفتار شاه با اینا چگونه بوده و چگونه دست بال اینا بسته شده و میتونم ما رو براتون مثال بزن. بگذاریم، چون همه یه سر نخواد است یک نفر بود، اون یک نفرم دلش میخواد ایران بزرگ شه، ما اینه میتونیم، ایران دوسته، اینه همه ما میدونیم، دشمن ما نیست، دلش میخواد که ایرانی خوب لباس بپوشه، خوب غذا بخوره، پولدار باشه و این کارا رو هم کرده بود. ولی چون همه کارا دست یک نفره، اگر اشتباهی هم رخ بده مسئولش اون یک نفره دیگه. بعدم این که چون کارا دست یک نفره، احتمال اشتباه و اشتباه بزرگ هم همیشه هست، بیشتر این احتمال. در نتیجه شاه با این پول عظیمی که آمد دست زد به اجرای پروژه های بسیار بزرگ. به عنوان مثال من به شما عرض بکنم که پروژه پتروشیمی که شاه طرحش رو ریخت و خواست اجرا بکنه اینقدر عظیم بود که آمریکایی‌ها رو به وحشت انداخت. اینی که در اروپا و آمریکا میگفتن اعلیحضرت داره شتاب میکنه، ایرانی‌ها دارن شتاب میکنن در توسعه، این حرف درسته، این حرف زدن اونا. و اگر اون پتروشیمی در ایران به وجود می آمد، سابسیدری های بزرگ آمریکایی در تمام آسیا که 12-13 سرمایه گذاری 2-3 میلیارد دلاری بود، باید می بستن و می رفتند. دست به همچین پروژه های بزرگترین اسکله نظامی، بزرگترین بندر دنیا، همه این بزرگترین ها قرارداداش بسته شد، اومدن زمین رو خط کشی کردن، داشتن خاک برداری میکردن که یه نامه اومد که این تاسیسات که ما به شما فروختیم 800 میلیون دلار شده 3 برابر، شده 2.4 میلیارد. اون یکی پروژه هم که 1 میلیارد بوده حالا شده 3 میلیارد. به این ترتیب پادشاهی که از ترس تورم پول رو به انگلستان وام داده بود، به فرانسه وام داده بود، مثل سیل پول میریخت تو اروپا، دید حالا پول نداره از این پرداختا رو بده. حالا برگردید اینجا خاطرات علم رو بخونید که میگه که به من نامه رسید که این 75 هواپیمایی که اعلیحضرت خریدن به یه رقمی اون شده 3 برابر، مثل اینکه دونه 3 میلیون دلار بود شده بود دونه 9 میلیون. میگو من به شرف عرض رسوندم، اعلیحضرت فرمودن چاره نداریم باید بخریم. 2 روز بعد ایتالیایی ها گفتن این 3 تا کشتی که 900 میلیون دلار با ما قرارداد بسته بودید قیمتش شده 2.7 میلیارد دلار. باز عرضت بودم و چاره نداریم باید بگیریم، وگرنه پولامون از بین، پرداختامون از بین میره. پولای مملکت این شکلی از بین رفت. کار به جایی رسید که آقای حویدا 6000، خوب گوش کنید اینا، این عددی دارم میگم درسته، 6000 کنترات شرکت‌های داخلی ایران رو پولشون رو نداشت بده و نداد. یعنی مملکت دچار کسر بودجه شد
با این میزان حجم پول. این بلا رو آمریکایی‌ها سر ما در آوردند. این ضربه مهلک رو آمریکایی‌ها زدن به ما. چرا؟ برای اینکه اونا قرارشون این نبود که نفت رو 4 برابر قیمت بخرند. قرارشون این بود که نفت رو برای کشورهای در حال توسعه سریع گران کنن و خودشون سود ببرن. بنابراین گفتن ما در مقابل پول زیادی که بابت نفت میگیم باید این پولا رو برگردونیم. در آمریکا هیترهای اقتصادی به وجود آمد از طریق CIA که خب در مورد ایران آسون بود، گفت ایران خریدار لوازم صنعتی است، خریدار لوازم نظامی است، میتونیم این قیمتا رو بالا ببریم و پول. و این اصطلاح پترودلار در دنیا به وجود آمد، اون اصطلاح این بود. در مورد کشورهایی که توسعه نداشتند مثل اون سالهای عربستان، اون سالهای کویت، دبی، اینا هیچ برنامه توسعه نداشتند، رمل صحرا بودند، یه مش مردم فقیر و بدبخت. من سال 72-73 میرفتم به عربستان، وحشت میکردم اصلا. بحث شد که من در عربستان سعودی به دلیل اینکه هواپیما گیرم نیومد که از این شهر به اون شهر برم 3 روز غذا نخوردم. 3 روز من تاکسی سوار شدم، گفتم منو ببر بهترین رستوران، منو برد جایی که نمیتونستم اونجا غذا بخورم. وضعیت این بود تو اون مملکت. 90% مردم یه لونگ به دور کمرشون بسته بودن که بهش گفتن لنگوته، نمیدونم یعنی چی. تو خیابونا رد میشدن، اتومبیل لامبرگینی یه بچه شیخی رد میشد با سرعت و کاغذ و خاکچوبه رو میورد رو هوا و اینا هم نگاه میکردن. وضعیت این بود. اونا نمیتونستن از این طریق بدن، رفتن فشار آوردن با عرب ها، به عربستانی ها، که شما پولاتون رو در اقتصاد آمریکا سیال کنید، بیارید اونجا سهام بخرید، دارم چیکار کنید، باند بخرید. سرمایه عربستان سعودی رفت به باند تبدیل شد، رفت داخل شکم اقتصاد آمریکا. آمریکایی‌ها سودش رو بردن، اونا هم از بغلش البته بعدا ثروتمند شدن، خیلی وضعشون بهتر از ما شد که مجبور شدیم چند پروژه بزرگ رو که چند صد میلیون دلار پیش پرداخت شد داده بودیم رها کنیم، انجام ندیم. میخوام این رو بگم، نتیجه این عوض کردن دولت چه شد؟ چه بود؟ اینها که من دارم میگم این دوران خوش و خرمی و پولداری و پاسپورتمون آبرو پیدا کرده، این مالی یه دورانیه که جهان به دلیلی عوض شده بود. تا سال 1970، از 1952 تا 1970، تو این 20 سال، تو این 18 سال دولت‌های ایران چه کردند؟ شما به پیران خانوادتون مراجعه کنید، ببینید که زندگی ها در سالهای 1940، 41، 42 در خانواده ها چه شکلی بوده؟ مبدع تاریخی در خانواده ما اون روزیه که ما یخچال خریدیم. خدا رحمت کنه مردگان همه شما رو. مادر من اونی که از بود مبدع تاریخی میگو 5-6 ماه قبل از اینکه یخچال بخریم فلان اتفاق افتاد. 5-6 ماه بعد ما اون موقع یخچال داشتیم که این اتفاق افتاد. یخچال شده بود مبدأ تاریخی. خب
بله بدن یه طبقه سومی به وجود میاد و ما هم میریم توش و متمتع میشیم، ولی اینا حوادث بین المللی بود برادر من. اینی بود که عرض کردم بهتون، ثروت این مملکت، سرمایه این مملکت، هستی این مملکت به باد فنا رفت. بله حالا این از جهت اقتصادیش من دارم چقدر وقت دارم؟ بله 4 دقیقه وقت. اما دولت جدید، دولت آقای زاهدی مجبور شد که بزرگ قوی ترین حکومت نظامی ها رو ایجاد کنه و بعد ساواک ایجاد کنه. چرا؟ برای اینکه میخواد یه دروغ‌هایی به مردم بگه و میخواد کسی هم پیدا نشه که بیاد بگه آقا دروغ میگه. بنابراین در درجه اول تمام روزنامه ها منحل شد و دستگاه دولتی آمدن یه امتیاز روزنامه هایی دادن به اشخاص خودی که با اطمینان خاطر یه روزنامه هایی دادن که این روزنامه ها اصلا خریدار نداشت، کسی دلار نمیشد از این روزنامه، فقط اطلاعات کیهان بود. ولی اینا یه سهمیه دولتی میگرفتن. سهمیه دولتی هم این بود که طبق قوانین تو میبایست مثلا انحصار وراثت که داری تو 3 تا روزنامه یک کسی رو انتشار 4 بار چاپ کنی. اینا زیاد میشد تو دست دولت، دولت اینا رو باید میداد به روزنامه ها. خب بابت این کار یه پولی باید میداد به روزنامه ها. این روزنامه ها تأسیس میشدن که اون سهمیه رو بگیرن. حالا این روزنامه ها فروش نرفت براشون مهم نبود، 20,000 دلار در ماه، 10,000 تومان در ماه، هر روزنامه به بنزه بس خودش یه سهمیه ای از این بابت میگرفت و به زندگیش ادامه میداد، به کار زندگیش میکرد، به روزنامه هم کاری نداشت. اونا هیچی مونده بود همین اطلاعات کیهان و بعد این مجلات سپیدسیا و نمیدونم گران مصور و اینا که زیر اون کنترل که چگونه مردم رو سرگرم کنن، خبر محوش نمیدونم اینجور چیزها توش بود، ولی دیگه مسائل سیاسی اجتماعی حرفا مطلقا کنترل روی دانشگاه ها، دبیرستان ها. او همجور بگیر جلو، من آدمی نمیشناسم که بچه 16 ساله ای که انشا الان رفیق منه انشا نوشته، معلمه گزارش کرده که این تو انشاش هم چه حرفی زده، بچه را از مدرسه در آوردن بیرون کردن تو زندان که تو چرا این تو این انشات این یه جمله رو نوشتی. اونجا ناچار میشن دیگه، ناچار میشن که سانسور برقرار کنن و نذارن که حرف مخالف بلند بشه، شنیده بشه، چون حرف مخالف شنیده نمیشه و فقط یک حرف گفته میشه و یک حرف شنیده میشه. فرهنگ سازی میکنه به این معنی که انبوه عظیمی از مردم ایران در طول 25 سال تکرار و تلقین، تکرار و تلقین باور میکنن و این میشه مجموعه باورهاشون، ایمانشون، و کسی خلاف این بگه اصلا دنیا زیر رو شده. ما امروز در ایران مواجه هستیم با جمعی که این گونه است. یکی دیگر از آموزه‌ها این است که نظریه سیاسی تو با زور بیان کن، با قدرت بیان کن، رعب ایجاد کن، بترس اون طرف تو، بذار خفشه بره. کاری که شبو مخ میکرد، کاری که گندلات ها رو به دستور شهربانی وادار میکردن که این کارها رو بکنند، هر کدوم اینا یک کتابه، هر کدوم اینا 10 تا سخنرانی این شکلیست که من بیام اینجا بنشینم بگم که این گندلات ها چگونه در مقابل کوچکترین تظاهر مردم چه نقش های ایفا میکردن. یک بار جبهه ملی ایران
میگه آقا حالا که ما در تهران نمیتونیم این کارو بکنیم، سران جبهه ملی و یاران جبهه ملی جمعشن در کاروان سرا سنگی تو جاده کرج نمیدونم کجا بیرون شهر، یک روز دور هم باشیم حرفای سیاسیمون رو اونجا با هم دیگه بگیم. دستگاه میفهمه، گروه لاتا رو میفرسته، اون لاتا از در و دیوار میریزن سر این یه آقایون، تمام اینا رو سر دستشون میشکنن، یک نفر اینا سالم باقی نمیمونه. این که میگم لاتا این شکلیه. بگذاریم که نکته مهم اینه که این حادثه که رخ داد، این حادثه میمون بود، خوب بود، خوشبختی آورد. بازوی ایرانیش کیا؟ بازوی خارجیش آمریکا و انگلیس بودن، خودشون گفتن لزوم نداره ما بگیم. بازوی ایرانیش کیا بودند؟ وقتی نگاه میکنیم نیو بازوی ایرانیش شبومی مخ بوده، طیب بوده، برادران هفت کچلون بوده، آقا اسماعیلی بوده، نه اینجور آدم ها بوده، یعنی گندلات های کرون بوده که اینا نوچه هاشون رو جمع می کردن می آوردن که این کارا رو بکنن. بعد پری قزوینی، پری بلنده، آجدان رزی از فاحشه خونه های که آیا من و توی ایرانی امروز احساس سربلندی می کنیم که یک انقلاب با شکوهی کردیم که رهبرانش اینا بودن؟ به خود فکر کنید و حرف بزنید. خوشبختی این بود که این لات و لوتا اینقدر از محتوا خالی بودن که به ناچار تحصیل کرده ها جای اینا رو گرفتند. حداقل ما بعداً هیئت دولت‌هایی داشتیم که آدم‌های تحصیل کرده بودن، فهمیده بودند. ولی در انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد؟ همون فرهنگ کار خودش کرد، این بار دیگه نداد دست روشن فکرها، خودش دستش گرفت، خودش قدرتی گرفت، دستش ول نکرد. آقای دکتر معذرت میخوام از شما. خواهش میکنم جناب شاهین فر، خواهش میکنم. بله، به خاطر دارم که من سال 1970 ببخشید 1967 میلادی وارد دانشکده نفت شدم، دانشکده نفت آبادان، و قیمت نفت اون موقع یکم بیشتر از یک دلار بود، یک کم بیشتر از یک دلار بود. و 4 سال بعد وقتی خارج شدم قیمت نفت فکر کنم 5-6 دلار بود. این درست همون زمانی رو توضیح میده که شما دربارش اشاره کردید و من خودم شخصا ایجاد اون طرح‌های عظیم رو دیدم که البته از نظر من به عنوان یک فارغ التحصیل نفت که وارد این تأسیسات عظیمی که در حال ساختن بود میشدم بسیار غرورآور بود. مثلا اون موقع ما یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های گاز دنیا رو تأسیس کرده بودیم که گازهایی که در سراسر جنوب ایران سوخته می‌شدن همه اینها رو جمع کنیم به داخل ایران بفرستیم، حتی یه مقدارش رو به روسیه صادر کنیم. و بعد تأسیسات اون چقدر عظیم بود و حتی ذوب آهن رو برای اولین بار آرزوی ایرانی رو برآورده کنیم و انجام بدیم. در نتیجه از دید یک نفر متخصص ایرانی جوان البته که وارد چنین تأسیسات عظیمی می شدیم، یا تأسیساتی که در خلیج فارس ایجاد شده بود برای تولید نفت، اینها واقعا غرورانگیز بود. اون چه که پشت پرده می گذشت و سبب بالا رفتن قیمت نفت می شد اونها بر ما پوشیده بود. اون چه می دونستیم این بود که ایران عضو اوپک و حتی رهبر اوپک شده بود. در اون دوره فکر می کنم جناب مهندس روحانی مسئول اون کار بودند
و ما میدونیم که ایران رو اون دوره در همه مجلات غربی که اون موقع ما میتونستیم بخونیم چون انگلیسی زبان ما شده بود، میدیدیم همه ایران رو متهم میکنن به اینکه از طریق اوپک داره قیمت نفت رو بالا میبره و سبب بدبختی و بیچارگی در بقیه دنیا میشه. بله بسیار بسیار. همین آقای روحانی، آقای خدای روحانی که اسپوردید، این هم راجب نفت یک کتاب خصی بسیار سودمندی نوشته. دوستان برم کتاب آقای فؤاد روحانی رو بخونن. برای اون موقع اون پروژه ها آقای دکتر من هم بهش افتخار میکردم. من هم بدنی با اون اصطلاح دقیق فارسی عزیز خودمون با دمم گردو میشکستم. بله. با شنیدن خبر این پروژه پتروشیمی و چه و چه. بله. یعنی اون موقع وقتی ما مقایسه می کردیم با پروژه های شبیه اون در بقیه دنیا، واقعا غرور ما رو می گرفت و همه ما ها با افتخار این تأسیسات رو تحویل می گرفتیم و اداره می کردیم و توسعه بیشتر می دادیم. همینطوره. امیدوار هستم که چون روزگاری باز هم برای ما بازگردد که ما در ایران افتخار به پیشرفت ایران بکنیم. بدون عواقب اون که شما اشاره کردید بهش. خیلی متشکرم جناب شاهین پر. هر زم یک تن برای اطلاع بینندگان عزیز معادل 7.5 تقریبا، یعنی 7.46 بشکه هست، یعنی هر 7.5 بشکه نفت معادل 1 تن هست. اگر این ارقام رو میشنوید بخواهید دقیقا محاسبه کنید. خیلی متشکرم جناب شاهین پر. محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت یعنی دشمنی ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. این بیان از حضرت عبدالبها است و امروزه با تأسف فراوان این دشمنی است که در خانه های ما در سراسر ایران، ایرانی با ایرانی و ایرانی با حاکمین و حاکمین با ایرانیان درش غرق هستند. حضرت بهاءالله رو ما بهائیان به عنوان یک پزشک میشناسیم، پزشکی که برای حل مشکلات و بیماری های عالم آمده. ایشان میگوید رگ جهان در دست پزشک داناست، درد را میبیند و به دانایی درمان می کند. هر روز را رازی است و هر سر را آوازی. درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. دیده می شود گیتی، همین دنیا را می گویند. دیده می شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته. مردمانی که از باده خودبینی سرمست شده اند، پزشک دانا را از او باز داشته اند. این است که خود و همه مردمان را گرفتار نمودند. نه درد می دانند، نه درمان می شناسند. راست را کج انگاشتند و دوست را دشمن شمردند. بشنوید آواز این زندانی را، بیستید و بگویید شاید آنان که در خوابند بیدار شوند. بینندگان عزیز، با شنیدن بخشی از تاریخ گذشته ما و وقایع ناگواری که در طول این دو سده داشته ایم، البته قلب همه ما را آزرده می کند، ولی مایلم این پیام حضرت عبدالبها را با شما در میان بگذارم که از ما میخواهند و چنین میگویند اطمینان به آینده درخشان ایران را در قلوبتان زنده نگاه دارید و بر این باور استوار مانید که سرانجام یعنی بالاخره در انتها نور معرفت و دانایی غمام تیره جهل و نادانی، یعنی ابرهای تیره جهل و نادانی را زائل خواهد ساخت. بینندگان عزیز، مخالفت فراوان
طولانی علمای ایران با آموزش ها و احکام دیانت بهایی و سرکوب ها و فتواها بر آن تعالیم با تمام قدرت در ایران در جریان بوده و امروز هم چنین است. بنا به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن، یک روحانی به نام حجت الاسلام سید ابو فاضل رضوی اردکانی که امام جمعه موقت شیراز است، در مراسم یکمین سالگرد مردن آیت الله سید محمد باقر شیرازی که در شیراز برگزار شد چنین فرمود: در فتنه بهائیت اگر فقهای شیعه نبودند امروز ایران دچار بهائیت شده بود. بسیار جمله جالبی است و من مایل هستم اون رو باز کنم برای شما. بیایید با هم در این جمله قدری تأمل کنیم. واقعا اگر آنطور که آقای رضوی اردکانی گفتند، اگر علمای شیعه جلوی بهائیان را نگرفته بودند و ایران دچار بهائیت شده بود، حالا کشور ما چه حال روزی داشت؟ این سؤال خوبی است که از خود بپرسیم و من امروز در این باره با شما سخن خواهم گفت. من این مطلب رو از فیسبوک تعدادی از دوستانم برداشتم که با شما در میان میگذارم. من در چند هفته گذشته درباره آنچه از آموزش های بهایی که بذر انقلاب مشروطه ابتدا و سپس مواد 19 گانه انقلاب شاه و مردم شد رو با شما در میان گذاشتم و خدمت شما عرض کردم که بهائیان در گذشته هرگز مایل نبودند در این باره سخن بگویند، زیرا آن سخن بهائیان خود سبب تلاش بیشتر رهبران دینی برای جلوگیری از پیشرفت مملکت می شده است. در نتیجه بهائیان زبان را بسته بودند و هرگز اشاره به آنچه سبب چنین تحولاتی شده بود نمی کردند. ولی امروز دیگر آن زمان گذشته است و ایرانیان باید بدانند انقلاب مشروطه را چه بذری به وجود آورد و مواد انقلاب 12 گانه و 19 گانه شاه و مردم از کجا آمد. حالا با توجه به آن مطالب اجازه دهید با برگشت به تاریخ چنین سناریوی ترسناکی را که این حجت الاسلام در نظر داشت، یعنی فتنه بهائیت، مجسم کنیم و ببینیم که اگر ایران به گفته ایشان دچار بهائیت شده بود امروز مردم ایران و کشور ما در چه وضعیتی می بود. سپس خود ما قضاوت کنیم که آیا این روحانیون که به کرده خود افتخار هم می کنند تا چه اندازه در خدمت به ایران و ایرانی کار کرده اند. قضاوت با شماست. با ظهور آیین بهایی در ایران و آموزش های آن، علمای شیعه ناگهان خود را با تعالیم به قول آنان مضر و مهلکه آیین بهایی رو در رو دیدند که در وهله اول کسب و کار آنان را کساد میکرد و سپس مردم را از نادانی بیرون آورده و از دنبال روی آنان باز می‌داشت. مثلا در یکی از تعالیم بهائیان آمده بود که دین و علم
دو منبع مهم دانش هستند و فقط با همکاری این دو است که تمدن بشری به پیش می رود. با کاربرد کامل به علم، خرافات هزار و اندی ساله دیگر در میان ما جایی نمی داشت. توجه به علم سبب پیشرفت کشور شده بود و زدودن خرافات از گریز جوانان تحصیل کرده از دین می کاست. و در نتیجه اگر هدف دین به حوزه اخلاق معطوف می شد که خواسته آیین بهایی برای رهبران روحانی است و در کار سیاست و کسب حکومت و قدرت که توانایی آن را نداشتند نمی بود، می دانیم چه ملت شایسته ای را می توانستیم پرورش دهیم. در آموزه دیگر بهایی که منع تقلید است، معلمین جامعه معلمین جامعه ما را برای یافتن هر حقیقتی به جستجوی شخصی با استفاده از همه امکانات علمی و آموزشی تشویق می کردند. به ما می بایستی بیاموزند که دوران بلوغ انسان رسیده است و هر شخص می تواند خود کشف حقیقت کند و راه یابد و نیازی به تقلید از علمای دین که غالباً بدون هیچ نوع دانایی در امور این جهان بودند و گوش فرادی دادن به فرمان آنان دیگر نیازی نمی بود و جامعه را چنین در گرداب یأس و ناتوانی نمی انداختند. در بهره‌گیری از آموزشی دیگر از آیین بهایی در می یافتیم که آموزه‌های دینی نسبی است و این نسبیت در رابطه با زمان و مکان و فرهنگ و نیاز جامعه در هر دوره است که آن آموزه ها آمده اند و احکام مدنی هیچ دیانتی نمیتواند تا ابد مناسب نیازهای بشر در حال رشد و تغییر باشد. از خود بپرسیم آیا احکام شرعی اسلامی که به مدد جمهوری ولایت مطلقه فقیه ما از آن در ایران بسیار برخوردار شده ایم، آیا این احکام و آموزش ها امروز می تواند در یک کشور پیشرفته با مردمی آزاده اجرا شود؟ از حقوق مدنی و آزادی فردی انسان ها گرفته تا احکام جزایی و اقتصادی، این سوالی است که باید همه ما از خودمان بپرسیم. امیر عزیز، ما برای رفتن به بازار آگهی حاضریم. خیلی متشکرم. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت ریل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن ریل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن ریل ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید.
برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. GLViz با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های GLViz بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید GLViz پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب GLViz نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به GLViz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های GLViz دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLViz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 تبلیغات شما را در هر استان و یا هر شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLViz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. GL Ad Exchange آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. بینندگان عزیز، بیایید از حقوق نیمی از مردم کشورمان که زنان هستند سخن بگوییم. این علمای شیعه تا کنون همه تلاش خود را برای تحقیر هرچه بیشتر و بی‌سواد نگاه داشتن و سلب حقوق مدنی زنان و در خانه نشاندن آنان در طول تاریخی که ما میشناسیم به کار گرفتند. در دوره این رژیم اخیر هم حتی با علم کردن حجاب اجباری و تلاش در تفکیک محل کار و درس و ورزش و محیط تفریح بانوان نشان دادند که هرگز برای حقوق انسانی و اجتماعی زن و مرد را نپذیرفتند، برابری این حقوق را هرگز نپذیرفتند. بیایید از خود بپرسیم که چگونه جامعه ای می داشتیم اگر خواهران و مادران و همسران ما، یعنی همه زنان و مردان، آنچنان که آیین بهایی می آموزد، در کنار هم در سرزمین ما دوش به دوش هم و با برابری حقوقی اجتماعی و انسانی درس می‌خواندند و کار می‌کردند و فرزندان خود را می‌پروراندند و از مواهب این زندگی برخوردار می‌شدند، چه می‌شد؟ البته که باید علمای شیعه از این فتنه بهائیت که برابری حقوق انسانی و اجتماعی و مدنی زن و مرد است جلوگیری می‌کردند و ما مردم هم به تقلید و پیروی از آن علما زندگی را چنین بر خود و بانوان این سرزمین تباه کردیم. بینندگان عزیز، درباره این آموزش بسیار اساسی آیین بهایی که جدایی نهاد دین از نهاد حکومت می طلبد، من بارها با شما سخن گفتم. این کافی است بدانیم که در شکست ایران در جنگ دوم با روس که زیر سر فتوای این آقایون علما بود،
ایران بخشی وسیع از آبادترین و پرآبترین ایالات کشور را همراه با بخشی بزرگ از دریای مازندران را از دست داد. همچنین می دانیم که با نفوذ این آقایون در انقلاب مشروطه چگونه آن را به بیراه بردند. ادیان رسمی را علم کردند. هیئتی از معممین خود را در صدر مجلس نشاندند و مصوبات مجلس را به رأی موافق خود محدود کردند و از آن پس در هر تصمیم مجلس شورایی نفوذ خود را نشان دادند. رضا شاه فقید تنها با بستن حوزه ها و خلع لباس از این علما توانست ایران را از عقب افتادگی بیشتر و فاحش آن به جلو براند، وگرنه این علما هرگز به تأسیس دادگستری و ایجاد راه آهن سراسری، پایان احکام جزایی اسلام که طعم آن را در شلاق‌هایی که هم‌میهنان من در خیابان‌ها خورده اند یا حکم حلق‌آویز شدنی که در خیابان‌های شهرهای ایران شاهد آن بوده ایم و یا زندان‌های آنچنانی و شکنجه‌های آنچنانی در این زندان‌ها کشیده اند و تشکیل ادارات ثبت اسناد و احوال شخصی و وزارت فرهنگ و ورود بانوان در اجتماع و ادارات دولتی و همکاری دوش به دوش با مردان، منع صیغه و چند همسری و نظایر آن، هرگز این علما رضایت نمی دادند، کما اینکه تا به قدرت رسیدن مجدداً بسیاری از آنان را بازگرداندند. و محمد رضا شاه با قدرت همه پرسی فقط موفق به تصویب اصول 12 گانه و سپس اصول 19 گانه انقلاب شاه و مردم شد. بسیاری از این علما با دادن حق رأی به بانوان و عضویت آنان در مجالس شور ایران و اصلاحات ارضی مخالف بودند. دیدیم که مرحوم آیت الله خمینی با توجه به آنچه در مملکت می گذشت پی برده و در یکی از سخنرانی های خود آن را چنین عرضه کرد. ایشان فرمودند: شما آقایان در تقویم 2 سال پیش از این یا 3 سال پیش از این بهایی ها مراجعه کنید. در آنجا می نویسد تساوی حقوق زن و مرد رأی عبدالبهاست. آقای شاه هم نفهمیده می رود بالای آنجا می گوید تساوی حقوق زن و مرد. آقا، این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی. تعلیم اجباری عمومی نظامی کردن زن رأی عبدالبهاست. مملکت ما، دین ما در معرض خطر است. البته نگرانی مرحوم آیت الله خمینی و دیگر علمای بزرگ ایران بی مورد نبود، زیرا بهایان از همان ابتدا شروع به ایجاد ساختارهای لازم برای عملی کردن برابری حقوق زن و مرد، نه فقط بین بهایان بلکه با تأسیس مدارس مدرن دخترانه برای همگان و شرکت زنان بهایی در بسیاری از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و صنعتی و فرهنگی در کل ایران تلاش می‌کردند. بله، آیین بهایی که آن را علما فتنه بهاییت می نامند چنین می آموزد که دین را در امور سیاسی مدخلی نه، بلکه تعلق به قلوب دارد. و آنگاه می افزاید: رؤسای دین باید ترویج حسن اخلاق نمایند، ولی در امور سیاسی مداخله ننمایند. بینندگان ارجمند، اگر فقط ما به عواقب وحشتناک و سنگین و هزینه های بزرگ 44 ساله این حکومت مطلقه ولی فقیه بیندیشیم، جای شکی به درستی باور بهایان باقی نمی ماند.
که علمای دین باید به امور اخلاق باورمندان خود بپردازند و نه به امور حکومت. دیگر ما این را تجربه کرده ایم. تجربه ای 44 ساله که دارای قدرت مطلقه بودند. در این 44 سال ما شاهد کشتار عظیم دیگر باوران در زندانهای ایران بوده ایم. در جنگ 8 ساله با عراق که خود این علما با سخنان نسنجیده و رفتار تحریک کننده کشورهای هممرز ما و تعطیل کردن ارتش کشور سبب حمله دیکتاتور عراق به ایران شدند، بیش از 1,000,000 ایرانی کشته و آسیب خورده داشتیم و شهرهای غرب کشور ویرانی فراوان دیدند. اگر به این فهرست شکست‌های اقتصادی کشور و صنایع ایران، تحریم‌های کمرشکن اقتصادی نسبت به ایران که ناشی از تلاش این حکومت برای ساختن بمب اتم و دخالت در سرزمین‌های همسایه بوده و آوارگی بیش از 8,000,000 ایرانی در سرزمین‌های بیگانه که کثیر آنان از متخصصین و گردانندگان صنایع و دانش آموخته‌های دانشگاه‌های ایران بودند اضافه کنیم، شاید تا درجه معیاری از مقدار خساراتی که به ایران وارد آمده را بتوان به حساب آورد. امیدوارم روزی آماری از درجه این زیان کلی کشور فراهم شود و در دست همگان قرار گیرد. پس می توان دید که نقش علما در جلوگیری از آنچه که فتنه بهائیت می نامند تا چه درجه تا کنون به زیان ایران و ایرانی بوده است. من میپذیرم که اقتصاد در یک کشور با همه اهمیتی که در نشان دادن درجه رفاه حال مردم دارد، ولی فقط یک معیار برای شناختن اوضاع یک جامعه است. ولی فقط بیاد آوریم که در زمان انقلاب سال 1957 یعنی انقلاب اسلامی، یک دلار امریکا معادل 7 تومان ما بود، ولی این دلار امریکا امروزه بیش از 50,000 تومان ماست. یعنی امروز پس از 44 سال از عمر این دولت، یک دلار امریکا بیش از 7,150 بار ارزش بالاتری از تومان ما یافته است. خب شما حساب کنید که برای هر سال این حکومت چه مقدار از ارزش پولی ایران کاسته شده است. پس جای تعجب نیست اگر اقتصاد ما ورشکسته، گروهی از هم‌میهنان ما بیکار، سفره‌ها خالی، هزینه مسکن بیداد می‌کند، گروهی حتی قبرها را برای اقامت خود به کار می‌برند و خیلی تحصیل کرده های میهن عازم هر دیاری که بتوانند می شوند و دولت مشغول آذین بستن و طلاکاری هر محلی است که بگویند برای مردم مقدس است. جای تأسف است که این حکومت شیعی نه تنها نتوانسته بر رفاه زندگی مردم چنان که وعده داده بودند و همه شنیده اید بارها از امثال مرحوم خمینی بیفزایند و آب و برق را مجانی کنند و به مردم خانه بدهند، حتی نتوانسته بر درجه ایمان مردم و باور آنان بیفزاید، بلکه دینگریزی گسترده ای هم میان جوانان میهن به وجود آورده است. یعنی هم دنیا را از دست دادند، هم اخرا را. در نتیجه هم به سیاست و حکومت و اقتصاد منافع ایران آسیب رساندند و هم به ایمان مردم. بله، بهائیان فتنه‌گر خواستار عرضه آموزش و پرورش عمومی و اجباری و رایگان برای همه بودند و در این راه آنان با ایجاد بیش از 60 مدرسه مدرن در شهرهای ایران راه را برای پرورش دختران و پسران ایرانی هموار کردند تا زمانی که خود ایران بتواند
چنان مدرسه هایی را تأسیس کند، که البته همه اینها فریاد و فغان علما را به دنبال داشت. بارها از من از افاضات شیخ فضل الله نوری شنیده اید. ایشان و پس از او دیگر علما که مکتبهای موجود زمان را میپسندیدند و از علوم مفید زمان خبری نداشتند، در اعتراض به وجود این مدارس فریاد زدند که جماعتی بابی و لامذهب میخواهند الف و با را تغییر دهند، قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب با آنها یاد بدهند. و او با شجاعت تمام اشاعه فاحش خانه ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان را خلاف شرع اعلام کرد و با همردیف کردن مدارس دخترانه با فاحش خانه ها فریاد برآورد که آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ و آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ بینندگان عزیز، شما می توانید امروز به اینها پاسخ گویید، گرچه در آن زمان مردم نادان ما خود نمی دانستند. اما همزمان با این اقدامات، زنان بهایی برای اولین بار انجمنهای زنان به نام ترقی نسوان را پای ریزی کردند و در هر شهر و روستا که بهاییان ساکن بودند چنین انجمنهایی را تشکیل دادند و راه‌های پیشرفت تحصیلی و مادی زنان به منظور خدمت به ایران را مورد بحث قرار می‌دادند. همه می‌دانید که چند دهه قبل از آن طاهره قرة‌العین به این جرم که بر احقاق حقوق زنان پافشاری کرده بود و برای آنان حق آزادی، حق سخن گفتن و مشارکت در زندگی خواسته بود، از طرف علمای شیعه حکم قتلش صادر شده بود. در حالی که روحانیون شیعه در تلاشی بی‌وقفه سالها کوشیده بودند به مردم بفهمانند که غیر مسلمان‌ها نجس هستند، بهاءالله در یکی از تعالیم خود از بهائیان خواسته بود که فارغ از اعتقادات و باورهای انسانها در کمال روح و ریحان با همه معاشرت کنند، چه که معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و اتفاق سبب نظام عالم و حیات امم است. ایشان حتی ازدواج بین افراد با پیشینه‌های مختلف قومی و دینی را توصیه کرده بودند. در نتیجه بهائیان ایران که اکثراً با پیشینه مذهبی شیعه بودند، با یهودی و زرتشتی و مسیحی و حتی افراد بیدین معاشرت دوستانه داشتند. باز هم شیخ فضل الله نوری بود که متوجه این حرکت خطرناک بهائیان شده بود و اعلان کرد که اینها میگویند تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده، ذمی و مسلم خونشان متکافو، یعنی برابر یکسان باشد، و با همدیگر بیامیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند. این را می توانید در رسائل و اعلامیه‌های ایشان بخوانید. بینندگان عزیز، بهائیان موسیقی را دوست دارند و آیین بهائی نه تنها موسیقی را حلال کرده، بلکه آن را نردبانی برای ترقی روح انسانی می داند و نیایش‌های بهائی غالبا همراه با موسیقی و صدای دلنواز بهائیان مرد و زن است. و این در حالی است که موسیقی به وسیله علما حرام و مبتذل اعلام شده بود. یک هنرمند بهایی به نام میرزا عبدالله فراهانی به تشویق حضرت عبدالبها ردیف‌های موسیقی ایرانی را ثبت کرد و امروزه از او به عنوان پدر موسیقی سنتی ایران یاد می‌شود و فراوانند بهاییان هنرمندی که در طول این دهه‌ها به موسیقی ایرانی خدمت کردند. البته موسیقی هم یکی از اتهامات فتنه‌گری بهائیان برای این آقایان به حساب می آید. یکی از موارد دیگری که علمای شیعه را وارد نبردی تمام عیار با فتنه بهائیان کرد، مسئله حمام‌های دوش در ایران بود. احکام بهائی مردم را از ورود به خزینه
و حمام‌های عمومی منع کرده بود و دستور داده بود که برای استحمام از آب تمیز استفاده کنند. بر اساس این حکم اولین حمام دوش در ایران توسط یک بهائی در شهر آباده ساخته شد و پس از آن به تدریج در شهرهای بزرگ و کوچک حمام‌های دوش جایگزین حمام‌های خزینه شد تا اینکه به فرمان رضا شاه فقید رسماً استفاده از خزینه در حمام‌ها ممنوع اعلام شد و ملت از بیماری‌های گوناگون که این آب کر بر ملت ارزانی می‌داشت رها شدند. برای مقابله با این فتنه بهائیت، علمای شیعه اعتراض خود علیه حمام دوش را آغاز کردند. حتی حزبی به نام حزب خزینه تأسیس کردند و تنها آب خزینه را پاک و به اصطلاح کر دانستند و هر چه غیر از آن را ناپاک و نجس اعلام کردند. آیات ازام فتوا دادند که فرمان منع خزینه غیر شرعی است و با آبی که از شیر آب میریزد نمیتوان غسل کرد، چنانچه برخی مؤمنین و متدینین مسلمان تا سالها پنهانی از خزینه استفاده میکردند و نقشه میریختند که چگونه نیمه شبها و به دور از چشم پاسبانها خود را به خزینه برسانند. حتی رئیس جمهور پیشین ایران دکتر حسن روحانی چند وقت پیش گفت یادش می آید که وقتی می خواستن حمام های خزانه را بردارن و دوش بگذارند چه بساطی به پا شده بود و برخی ها می گفتن اگر لوله کشی شود و دوش بیاید نصف دین از بین می رود. با وجود آنکه علمای نظیر شیخ فضل الله نوری، آیت الله خمینی، آیت الله بروجردی، حجت الاسلام فلسفی و بسیاری دیگر از علمای اعلام با تلاشی بیوقفه سعی کردند تا ایران دچار بهائیت نشود، بهائیان به تدریج به پرجمعیت ترین گروه مذهبی غیر مسلمان در ایران تبدیل شدند و با اقدامات خود به نیروی عمده‌ای در روند پیشرفت‌های اجتماعی و صنعتی و اقتصادی و علمی ایران درآمدند. اقداماتی مانند راه اندازی بیمارستان‌ها مثل بیمارستان صحت، اولین بیمارستان‌های مدرن در ایران، ساختن مقبره شعرهایی چون خیام و سعدی و حافظ و فردوسی، تأسیس اولین کارخانه نجاری، ماشینی و موب در ایران و بنیان نخستین شبکه تلویزیونی در ایران توسط بهائیان انجام شد. حجت الاسلام رضوی اردکانی حق دارد افتخار کند که این علمای شیعه بودند که باعث کند شدن اجرای تعالیم بهائی در ایران شدند. ببینین بهائیان چه روزهای سیاه و تاریکی را برای ایران ترسیم کردند. عبدالبها که بارها از بهائیان خواسته بود در نهایت قوت در آبادی ایران ویران بکوشند، در یکی از نوشته‌هایش چنین می‌خوانیم: امیدوارم که از برای ایران اسبابی فراهم آید که سبب راحت و اطمینان عموم گردد، عدل و انصاف به میان آید، جور و اعتصاف نماند، ما خیر عموم خواهیم و ترقی عموم را. بهائیان ایران در انتظار روزی هستند که حکومت عدل و انصاف در ایران برقرار شود و آنان بتوانند به وظیفه ای که این آیین بر دوش آنان گذارده عمل کنند. همه بهائیان جهان و متخصصان بهائی در همه رشته های مورد نیاز مملکت به ایران آیند و همراه و همدوش با متخصصین ایرانی در ایران با جان و دل در خدمت به ایران و ایرانی تلاش کنند تا ایرانی نو بسازیم که شایسته این سرزمین مهد امرالله باشد. بینندگان عزیز، ما باز هم به پایان وقت امروز رسیدیم و من فقط بخشی از سخنان خود را توانستم با شما در میان بگذارم. من همه شما را به ایزد مهربان می سپارم و برای ایران آزادی و برای ایرانیان آزادگی و رفاه آرزو دارم. بدرود. روز روزگار همه عزیزان من خوش تا هفته آینده.